البته همراه میشیم با رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین با ما هست. آقای طالبی سلام و خوش آمدید. و اینکه به نظر میرسه که پیشتر کشورهای غربی خودشون داوطلب بودن، الان نیاز به فشار دبیرکل ناتو دارن برای کمک. چرا عرصه رو چطور تحلیل میکنید؟ خب ببینید، در این سفر آقای استونبرگ که به همراه خب وزیر دفاع فرانسه آقای لاکرنو و همچنین آقای شاپس وزیر دفاع انگلستان و رئیس ستاد ارتش هم در اونجا حضور داشتن، به نوعی سعی کردن خب شرایط رو برای تسهیل کمک‌های نظامی به اوکراین رو فراهم بکنن. از جمله همون مسائلی که در ویلنیوس مطرح شده بود، اینکه عضویت اوکراین در ناتو رو به جای مراحل سخت‌تر به یک مرحله برسونن و همچنین کمک‌های نظامی که در راستای افزایش قدرت موشکی اوکراین هست. و ما دیدیم که با همین افزایش قدرت موشکی و همچنین مسائلی که حول و حوش آموزش طلبانان اوکراینی برای استفاده از جنگنده های F-16 داره، اینها رو روندش رو تسریع بکنند. و مسئله که در مورد سازگاری نیروهای اوکراین با ناتو هم هست، برنامه های برای این داشته باشن. ما مشخصا خب دولت های غربی جدا از امریکا که خب نزدیک تقریبا 113 میلیارد دلار برای اوکراین هزینه کرده، خب آلمان 18 میلیارد دلار برای اوکراین هزینه کرده، ولی اینها خب به نوعی عرض کنم خدمت شما که در اون شرایطی که الان جنگ اوکراین یعنی به عنوان یک حفره روباه دیده میشه با اشغالگری روسا که ادامه پیدا میکنه، به نوعی مستمر و همچنین کافی نبوده. شما نگاه بکنید، ما 31 دستگاه تانک آبرامز یا 10 تانک لوپار با 14 تا چلنجر نمیتونه که موقعیت برتری برای اوکراین فراهم بکنه. بنابراین اوکراین از استراتژی استفاده از حملات موشکی و پهپادی استفاده کرده. شما در همین راستا وقتی آقای زلنسکی با آقای بایدن مذاکره کرد و صحبت کرد در ایالات متحده، این که موشک‌های اتمس و گملرس رو هم اوکراین بتونه بگیره و چنین موشک‌هایی در کنار همین قرارداد که شما در گزارش شدن گفتید عروه سه رو اگر آلمان در راستای سپر دفاعی اروپا وارد اروپا بکنه و این سپر دفاعی به صورت غیر مستقیم از طریق اسرائیل با رضایت ایالات متحده به اوکراین برسه، شاید بتواند که در روند تاثیرگذاری اوکراین تاثیر بگذاره. اما مشخصا هم اوکراین از لحاظ مالی یعنی تقریبا 134 میلیارد بدهی داره، کسری بودجه داره و نیروهای اوکراینی، نیروهای رزمی پیاده اوکراینی هم کفایت این امر رو ندارن که بتونن از این سامانه ها به صورت کافی استفاده بکنن. 7000 سرباز اوکراینی وارد جنگ خواهند شد، 7000 نیروی جدید، در حالی که ما امروز شاهد این بودیم که 14000 نیروی جنگی و مزدور چچنی توسط روس‌ها که در دانشگاه بوفست آموزش دیده بودن، اینها وارد جنگ شدن. به علاوه نیروهای واگنر هم از بلاروس بالاخره به مناطق اشغال شده رسیدن و تحت حمایت فرمانده جدید روند رو دارن ادامه میدن. مشخصا آنچه که در کنار این روند دیده میشه، اوکراین پیشنهاد این رو هم داده که به صورت مشترک برنامه‌های تولید تسلیحات رو داشته باشه، مثل راین متال و اودی اوکراین که قرار هست در اوکراین تانک تولید کنه و همچنین ایالات متحده که اوکراین چقدر خواهد توانست که این روند رو حفظ بکنه و از اینها دفاع بکنه. و شرکت‌های چند ملیتی توانایی این رو دارن در این روند در اوکراین سرمایه گذاری بکنن یا نه. اما مشخصا استراتژی و دیپلماسی آقای زلنسکی در این مسئله این هست که با استفاده از نیروی موشکی عظیمی که بتواند از غرب بگیره جلوی حملات روسیه رو بگیره.